و خبری از توقف اکران فیلم من مادر هستم در ایران. در پی تجمع گروه انصار حزب الله در مقابل وزارت ارشاد در اعتراض به اکران فیلم من مادر هستم در 8 شهر ایران اکران این فیلم متوقف شد و این در حالی است که وزارت ارشاد نیز از گروه انصار حزب الله به دلیل اعتراض در کف خیابان شکایت کرده است. به گزارش فارس، اکران نمایش عمومی فیلم من مادر هستم به کارگردانی فریدون جیرانی در 8 شهر مشهد، قم، کاشان، بابل، تبریز، رفسنجان، یزد و چالوس متوقف شده است. بنابراین گزارش، این اقدام پس از صدور احضاریه برای رئیس سازمان سینمایی و 2 تن از عوامل ساخت فیلم من مادر هستم توسط شعبه 9 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه صورت گرفته است و اما از سوی دیگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی از گروه انصار حزب الله به مراجع قضایی شکایت کرده است. به گزارش خبرگزاری اینا، ارگان رسمی دولت جمهوری اسلامی سعید رجبی فروتن سخنگوی سازمان امور سینمایی وزارت ارشاد روز جمعه 17 آذر گفته است دادخواست شکایت از انصار حزب الله از سوی سازمان امور سینمایی تسلیم مراجع قضایی شده است. به نوشته ایرنا، سخنگوی سازمان امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه محل اعتراض به اکران یک فیلم در کف خیابان نیست، می‌افزاید به هر حال حکم و فصل الخطابی به نام قانون وجود دارد و حرف اول آخر را مراجع قانونی می‌زند. و خبری از وقوع زمین لرزه در ژاپن. پیش از ظهر جمعه 7 دسامبر به وقت اروپای مرکزی زمین لرزه‌ای به قدرت 7.3 ریشتر بخش‌هایی از شهرهای ساحلی شمال شرقی ژاپن را لرزاند و در پی این حادثه سامانه هشدار مستقر در اقیانوس آرام نسبت به خطر وقوع سونامی هشدار داد و رادیو تلویزیون ملی ژاپن نیز ضمن قطع برنامه‌های عادی خود برای پخش خبر وقوع این زلزله چند بار از سکنه منطقه ساحلی خواست به نقاط مرتفع بروند. به گزارش بی بی سی، پس از این زمین لرزه امواجی به ارتفاع 1 متر سواحل شهر ایشینوماکی را در استان میایاگی در بر گرفت، اما مسئولان احتمال تکرار فاجعه‌ای چون سونامی سال 2011 را منتفی اعلام کردند. بنابراین گزارش، بر اساس اعلام مرکز زمینشناسی آمریکا، مرکز این زلزله در 245 کیلومتری جنوب شرق گامباشی و در عمق 36 کیلومتری زمین قرار داشت. گفتنی ساکنون گزارشی از تعداد قربانیان و مجروحان احتمالی این سوانه منتشر نشده است. و اما از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز نیز به نقل از کمپانی تپکو دارنده نیروگاه‌های اتمی در فوکوشیما گزارش داد پس از هشدار سونامی کارمندان این تأسیسات به مکان امنی در محوطه نیروگاه انتقال داده شدند، اما پس از اعلام رفع خطر نیروگاه دوباره به کار خود ادامه داده است. بینندگان عزیز، در ادامه برنامه شامگاهی اخبار توجه شما را به دیدن توصیه پزشکی امشب جلب می کنم که توسط دکتر مهدی شیدایی به سمع نظرتان می رسد. یکی از بهترین کارهایی که شما برای خودتون می توانید انجام بدین شنا کردنه. فوایدی که شنا کردن برامون داره خیلی زیاد هست و واقعا خیلی مریضا رو ما داشتیم که برای عمل جراحی بعد میرفتن و گفتن بعد عمل جراحی یا زانو یا کمر یا گردن بکنین و واقعا شنا کردن به طریقه صحیح و کارهایی توی آبی به طریقه صحیح توی هر سنی که بودن کمکشون کرده و از این جراحی بیرونشون کشیده و یا اینکه اگه جراحی کرده بودن برای بعد از جراحی خیلی سریعتر اون دوره بهبودیشون و سالم‌تر طی کردن. توی آب رفتن حتما شما نباید شنا بلد باشین. خیلی از مریضا میان به ما میگن من شنا بلد نیستم، ولی اگه شنا بلد نیستین شما اولین کاری که میتونین بکنین تو آب میتونین راه برین توی آب، جلویی راه برین، عقبی راه بیاین و این حرکت های توی آب ماهیچه‌های داخلی شما رو قوی میکنه. این ماهیچه‌های داخلی ماهیچه‌ای هستش که ما اون زمانی که بچه بودیم و 4 دست پا میرفتیم اون موقع ماهیچه‌ها قوی شدن و به خاطر حالا تنبلی یا ورزش نکردن به مرور ضعیف میشه، ولی شنا کردن رو قوی میکنه. شما میتونید یه تیکه تخته‌هایی که تو اون بردایی که توی استخر هست اونا رو بگیرین، دستونو به اون بگیرین و فقط پا بزنین توی استخر. حتما نباید شنا بلد باشین. اگه هم شنا یاد بگیرین که عالیه.